سلام. در برنامه پیش راه اولی که مقابل سیدعلی هست، یعنی راه سرکشیدن جام زهر رو با هم مرور کردیم. حالا در این برنامه به دومین راهی که پیش پای سیدعلی هست می‌پردازیم. خط بیدند و ترمز یا دستیابی به بمب هسته‌ای. اول اجازه بدید تا تعبیر خامنه ای از راه حل مطلوبش رو از زبان خودش بشنویم. اگر چنانچه ما توانستیم در عرصه علمی پیشرفت هایی رو که تا امروز به حمدالله به دست آمده است با همین سرعت دنبال بکنیم، هم در زمینه مشکلات اقتصادی، هم در زمینه مشکلات سیاسی، هم در زمینه مشکلات اجتماعی، هم در زمینه مسائل بین المللی مطمئنن گره‌گشایی های بزرگی خواهد شد. علم مسئله بسیار مهمی است. ما در این حدود 10 سال یا 11 سال گذشته در این زمینه خیلی کار شده، لیکن بعد از این هم بایستی کار بشود و کار مضاعف. ولی فقیه ارتجاع طبق معمول به جای بمب هسته‌ای از واژه علم استفاده میکنه و میگه استراتژی مورد نظر سیدعلی روشن شد، اما سیدعلی برای پیش برده این خط یک مشکل جدی داره. مشکل چیه؟ مشکل شکاف در رأس حاکمیته. مشکل آخوند روحانی و حامی اون رفسنجانی. یکی از مصاحبه‌های اخیر رفسنجانی در تقابل با خط خامنه‌ای رو به نقل از سایت خودش مرور میکنیم. نتایج واقع‌گرایی تصمیم گیری امام را در قبول قطعنامه 598 بررسی کنید. اگر تصمیمات نظام بر مبنای افراطی اتخاذ می شد، چه سرنوشتی در انتظار بود؟ از اعتدال امام درس‌های بزرگی ثبت شده است. جمله تاریخی از ایشان هست که نظر کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت را حتی اگر خلاف نظر خودم هم باشد می پذیرم. حرف رفسنجانی اینه که خامنه‌ای هم باید حرف رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشکیل مصلحت نظام رو گوش کنه و جام زهر رو سر بکشه. این همون شکافیه که مانع از پیشبرد بی‌دردسر خط خامنه‌ای میشه. راه حلی که خامنه‌ای تا این نقطه در پیش گرفته بود تلاش برای عضوگیری آخوند روحانی بود. خامنه‌ای این سیاست رو به شیوه‌های مختلفی پیش می‌برد. یه بار با تعریف و تمجید معنادار مثل این: با خود آقای روحانی را از اول انقلاب تا الان رصد می‌کنیم. بنده کسی بودم که نوار آقای روحانی را که اسم امام را برای اولین بار برد در شیراز تقدیم می‌کردم. آقای روحانی در فتنه 78 تنها کسی بود که سخنرانی کرد به عنوان یک اصولگرا. یک بار با هشدارهای شریعت مداری در کیهان مثل این: تلاش ها و تکاپوی یک طیف سیاسی حاکی از اینه که میخوان مسیر دولت رو منحرف کنن. اینجاست که دولت 11 و رئیس جمهور جدید باید اجازه ندهد فرصت طلبان که به این دولت نگاهی به عنوان دولت موقت دارند به کابینه و یا مراکز حساس قوه مجریه نفوذ کنند.